امروز 14 خرداد ماه مراسم 33 سالگرد مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی بعد از 2 وقفه به دلیل کرونا برگزار شد و رهبر جمهوری اسلامی هم در این مراسم سخنرانی داشت. کوروش علی‌الدین در بخش دیگر استودیو حضور داره با مروری بر سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. پیام، همونطور که تو اشاره کردی امروز مراسم سالروز مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی تو این مراسم سخنرانی داشت که طبق روال چند دوره قبل در حین سخنرانی وی برخی از حاضرین شعارهایی رو علیه بیت خمینی سر دادند، ولی این بار آیت الله خامنه ای برای نخستین بار از این برخورد ابراز نارضایتی کرد. به من خبر دادن که امروز در اثنای سخنرانی جناب آقای حاج حسن آقای خمینی کسانی سر صدا کردند. با این کار بنده مخالفم. ایشون در بخش از صحبتاشون عنوان کردن که بنا به اطلاعات دقیقی که دارند ایران در زمینه‌های اقتصادی، مردم سالاری و دیپلماتیک و غیره و غیره پیشرفت‌های فراوانی داشته، هم در زمینه مردم سالاری، هم در زمینه پیشرفت‌های علمی، هم در زمینه مسائل دیپلماسی، هم در زمینه موقعیت کشور در دنیا، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه خدمات عمومی ما پیشرفت‌های بسیار زیادی داشتیم. و در بخش دیگه سخنانش از اشتباه محاسباتی دشمن انقلاب گفت و عنوان کرد که دشمن به اعتراضات مردمی دل بسته. البته در خلال سخنانش چندین بار این موضوع رو تکرار کرد که دشمن تلاش میکنه مردم رو در برابر حکومت قرار بده، ولی مردم اصلا مخالف حکومت نیستند و مردم قدردان و حامی روحانیت و حکومت هستند. امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانن با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام ایله‌ها، با پول، با مزدورپروری مردم رو در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این بخش از سخنان ایشون نشون داد که ظاهرا خط قرمز جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی است و تلویحا تأییدی بود بر سرکوب هر گونه حرکت‌های اعتراضی و صنفی. در بخش دیگه ای سخنانش ادعا کرد که آمریکایی‌ها مشاوران ایرانی به گفته او خائنی دارند که بهشون میگن باید مردم رو در برابر حکومت قرار داد. این مشاورین هم به ایران خیانت میکنن، هم به آمریکا خیانت میکنن که اطلاعات غلط میدن. از سرود سلام فرمانده هم حمایت کرد، البته گفت در مورد امام زمان خونده شده. در بخش پایانی سخنرانی هم چند تا توصیه کرد، از جمله اینکه نگذارید ارتجاع به زندگی بازگرده، و در تعریف مرتجع بودن سبک زندگی غربی رو مثال زد و البته بازگشت به دوران پهلوی رو. مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع بعضی ها ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. این اظهارات آقای خامنه ای درست یک روز بعد از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن بود که از افراد نزدیک به حکومت و نیروهای امنیتی خواست که در برابر مردم قرار نگیرند. این رژیم رفتنی است. اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای‌اش سقوط کرد. این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما عاجز مانده، سرنوشت بهتری نخواهد داشت. روی اسب بازنده شرط نبندید.
به آبادان هم اشاره کرد، در حالی که اعتراض مردم در آبادان به این دلیل بود که از همون روز اول فاجعه متروپول به جای فرستادن نیروهای امدادی پلیس ضد شورش فرستاده شد به محل حادثه و چند روز بعد از این حادثه تازه رهبر ایران تسلیت گفت. اما آقای خامنه ای در انتهای سخنرانیش به موضوع آبادان اشاره کوتاهی کرد و گفت یک وزیر چندین روز در محل حاضر بوده و رئیس جمهور و معاون او میرن با مردم دلجویی میکنن، این خیلی مهمه و البته عاملانش هم باید مجازات بشن.